فشارهای حکومت بر حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری به اشکال مختلفی ادامه داره، از حمله به کلاس‌های درسی دانشجویان تا احکام تعزیری و ممنوع خروجی بازیگران. برای مرور آخرین تحولات ایران با روزیتا ایراندوست همراه میشیم. روزیتا کوروش، با خبری که اکانت تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد منتشر کرده شروع می‌کنم. این منبع خبری از حمله غیرمنتظره حراست دانشگاه شهید بهشتی در 29 آبان‌ماه به داخل کلاس‌های درس دانشکده روانشناسی خبر داده. این حمله زمانی صورت گرفته که استاد مشغول تدریس بود و کارت دانشجویان دختری که مقنعه از سرشون افتاده بود رو ضبط کردند. در ادامه همین اکانت اشاره کرده که استاد رو برای نداشتن حجاب برخی دانشجویان بازخواست کردند. اکانت دانشجو متحد تأکید کرده که این اقدام مختص یک دانشکده نبوده و در دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی هم اتفاق افتاده. از سوی دیگه فشار بر خانواده‌های دادخواه هم همچنان ادامه داره. دادگاه تجدید نظر حکم 13 سال حبس برای مهسا یزدانی، مادر محمد جواد زاهدی، از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته در ساری رو تایید کرده. پیشتر شعبه یکم دادگاه انقلاب مهسا یزدانی رو به 5 سال حبس به دلیل توهین به مقدسات و تحریک مردم علیه امنیت ملی و 2 سال حبس برای توهین به علی خامنه‌ای و 1 سال حبس برای فعالیت علیه جمهوری اسلامی محکوم کرده بود، که مجموعاً 13 سال حبس برای این مادر دادخواه تعیین شده بود که با تایید این حکم اشد، یعنی 5 سال حبس تعزیری قابل اجراست. مهسا یزدانی هم در پست اینستاگرامی خودش بدون اشاره به حکمش از دادخواهی خون فرزند و دلتنگیش نوشته و در پایان هم تأکید کرده که با همه این سختی‌ها تا پایان پای آرمان‌های فرزندش می‌ایسته. این رو هم اشاره کنم که محمد جواد زاهدی فرزند مهسا یزدانی شهریور 1401 در جریان اعتراضات سراسری شهر ساری با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران در 20 سالگی کشته شد. از طرف دیگه فشار بر جامعه هنری و بالاخص بازیگران زن همچنان ادامه داره. آزاده صمدی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون صبح دوشنبه وقتی میخواست ایران رو به مقصد هند برای شرکت در 54مین فستیوال گوا ترک کنه، پاسپورتش رو گرفتن و بهش اعلام کردن که ممنوع خروجه. و رسانه هم همچنان زیر تیغ سانسور هستند. هیئت منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد رو به اتهام انتشار مطلبی در مورد مهدی کروبی با اکثریت آرا مجرم شناخت. اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه گفته که اتهام‌های بهروز بهزادی، نشر اکاذیب و تخلف از مفاد بند 4 مصوبه 298 شورای امنیت ملیه. این مطلب در 21 شهریور 1402 منتشر شد و در نهایت هم با اکثریت آرا شامل تخفیف هم نشد. این رو هم اشاره کنم که بهروز بهزادی پیش از این هم در آخرین حکم دادگاهش در مورد پرونده قبلیش به 1 سال ممنوعیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بود که بعد از اعتراض این روزنامه‌نگار پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگیه. اما جدای افراد در حوزه‌های مختلف، میشه فشار بر کسب و کارها و حتی تغییر کاربردی برخی اماکن رو هم در مجموعه فشارهای حکومتی قرار داد. در آخرین اقدام عجیب حکومت، کافه گودار که محل کار نیکا شاکرمی بود به ستاد مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه تهران تبدیل شده، اقدامی که به اعتقاد خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوعی پاکسازی عنوان شده. کوروش، این رو هم بگم که خیلی‌ها معتقدن که خب این پاکسازی البته تنها محدود به دانشگاه‌ها نیست و به همین دلیل سراغ کافه‌های دور تا دور دانشگاه‌ها هم رفتن. مرسی روزیتا. روزیتا ایراندوست از اتاق خبرهای صدای آمریکا.